برنامه مسابقات کشتی فرنگی و آزاد. ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی جهانی 2024، اوزان غیر المپیکی. 55، پویا دادمرز. پویا طلا، نقره، برنز آسیا و همچنین برنز قهرمانی جهان 2023 رو به دست آورده. خب به اردوی آخر آماده سازیه و توی تیپر هستیم، تنانت تیپر. خدا رو شکر تنانت خوبی پشت سر گذاشتیم و اون آمادگی لازم رو دارم انشالله که بتونم توی مسابقات آلبانی بهترین مدال کسب کنم. هستی تایی حریفاتون کیان توی مسابقات؟ خب سباقات همیشه سخت بوده، ولی خب به طبق اون شناختی که من دارم توی این چند سال، الدانیز عزیزلیه، خوشیر آذری که قهرمان جهان شده چند این دوره و خوشیر از قزاقستان است، خوشیر گرجی است، خوشیر زیادی هستن، ولی خب اصلی ترین حریف من الدانیز عزیزلی و خوشیر روس هست انشالله. بعد انتظار داشته باشیم که انشالله شما یه مدال طلا به کارنامه اضافه کنید. خب من پارسال توی سربستان برنز گرفتم، ولی خب دیگه انشالله امسال بتونم رنگ مدالم تغییر بدم به امید خدا. اینکه چقدر آماده ای؟ خب دیگه باید آمادگی 100 داشته باشین وقتی که داریم این مسابقات جهانی. خدا شکر بهترین آمادگی دارم، انشالله که بتونم اینو حفظ کنم تا انشالله روز مسابقاتم بهترین کشتار رو حالا بگیرم انشالله. 63، ایمان محمدی. ایمان یک طلا و دو برنز آسیا رو به دست آورده. از حریفاتون چه شناختی دارید؟ اصلی ترین حریفاتون کی هستن اونجا؟ خب خدا رو شکر این مدت آنالیز خیلی خوبی داشتیم روی حریفامون، شناخت کامل داریم. از اصلی ترین حریفام میشه به کشیر گرجستانی که خب حالا تا 3 سال اخیر 3 تا فینال جهان رفته و از مدعیان این وزنه، کشیر ژاپن، قزاقستان، ارمنستان، خود کشیر روسیه، کشیرای خیلی خوبی ان که برای مدال میان که انشالله، ولی ما با آمادگی خوبی که داریم بتونیم اونجا طلا رو برای خودمون کسب کنیم. 72، محمد رضا گرایی. محمد رضا طلای المپیک 2020، طلا، نقره، برنز جهان و همچنین طلای آسیا رو کسب کرده. انشالله که بتونم بهترین خودم رو تو مسابقات جهانی داشته باشم. هنوز به المپیک فکر می‌کنی؟ شما اون اتفاقاتی که افتاد نتونستی بری، شاید می‌تونستی مدال طلا بگیری. خب دیگه المپیک تموم شد و من حضور نداشتم. بالاخره تو اولین حضور خودم تو المپیک تونسته بودم اولین طلا رو بگیرم. تمام ذهنیتم اینه که بتونم امسال تو مسابقات جهانی خوش بدرخشم و حالا بعد از مسابقات جهانی طبق شنیدهایی که شده امکانش هست وزنها تغییر پیدا بکنه، بعدش تصمیم میگیریم انشالله تو چه وزنی کشتی بگیریم. انشالله امیدوار باشیم دوباره فرم المپیک محمد رضا گرایی رو توی مسابقات آلبانی ببینیم و یه مدال طلای دیگه اضافه شه به کارنامه. خب من همیشه سعی میکنم و تلاش خودم میکنم بهترین خودم باشم، تو این مسابقات هم همین جوره، تمام تلاش خودم میکنم انشالله با خوش رنگ ترین مدال برگردم. یه نگرانی که وجود داره در مورد محمد رضا گرایی، دوباره به فرم خوبش برگشته و میتونیم انتظار داشته باشیم مدال طلا رو بگیره؟ خب محمد رضا گرایی نیازی به تعریف و تمجید نداره، ایشون سابقهش مشخصه و در این مسابقات به یه وزن بالاتر اومده، تو وزن 72 کیلوگرم اولین باری که تو مسابقات رسمی اومده داره شرکت میکنه و ما سعیمون بر این هستش که انشالله محمد رضا بتونه بهترین نتیجه رو تو مسابقات کسب کنه. 82، محمد علی گرایی. محمد علی 3 برنز مسابقات جهانی، 1 نقره و 2 برنز آسیا رو به دست آورده. سرمربی ایران حسن رنگرس. میریم انشالله با دعای خیر مردم بتونیم عنوان قهرمانیمون رو در رقابت‌های 2022 امیدهای جهان در رقابت‌های اسپانیا انشالله تکرار کنیم. اوزان غیر المپیکی چی؟ 4 کشتیگیر شاخص داریم که هر 4 تا عنواندار هستن، ولی خب تعدد، کمیت و کیفیت حریفان بگونه است که کار بسیار سخت خواهد. ترکیب تیم ملی آزاد. 61، رضا مؤمنی. رضا نقره جوانان آسیا و طلای دانشجویان رو به دست آورده. تمرینات خیلی خوبی داشتیم، پشت سر گذاشتیم و الان روزهای آخرمونه که آخرین فشار ما تموم شد و داریم ریکاوری میکنیم برای مسابقات جهانی. انشالله که اونجا بتونیم با دست پر هممون برگردیم. حالا با توجه به رقبایی که داری چقدر امیدوار باشیم که رضا مؤمنی مدال طلا رو برای ما بیاره؟ بله، همه حریفا خوبن، منم جز اون مدعیام که باید مدال خودم رو از این کشتی بگیرم و به همه ثابت کنم و البته به خودم که لایقشم. 70، ابتدا امیر محمد یزدانی نماینده ایران تو این وزن بود، اما تو تمرینات از ناحیه دست دچار ضرب خوردگی شد و سینا خلیلی جایگزینش شد. سینا طلای نوجوان جهان، طلای آسیا
و طلای جام تختی رو کسب کرده. محمد نخودی. محمد دو نقره و یک برنز جهان و همچنین طلا و برنز آسیا رو تو کارنامه خودش داره. در مورد رقیباتون صحبت کنید، چقدر امیدوار باشین بالاخره تلسم باروس شکسته بشه و شما بتونید قهرمان جهان کسب کنید؟ خب چند تا حریف خوب دارم، روشون کار کردم، علاوه بر جولان باروس حالا چند تا کشتی دیگه هم هستن. شرایط بدنیم خوبه و بچه‌هام شرایط بدنیشون خوبه. تمرینات خوب پشت سر گذاشتیم. امیدوارم بتونیم بهترین خودمون تو روز مسابقه باشیم. فکر می‌کنی بتونی بالاخره باروس رو شکست بدی؟ ان شاءالله من تمام تلاش خودم می‌کنم تا بتونم این کشتی رو شکست بدم. 92 کامران قاسمپور. کامران دو طلای قهرمانی جهان و دو طلای آسیا رو به دست آورده. خوبه خدا شکر. روز آخر اردو چلوین. تازه باقی مونده. سعی می‌کنیم که بهترم بشه. فیلو شکست می‌دی ان شاءالله. حالا تلاش خودمون می‌کنیم به امید خدا. سرمربی پژمان درستکار. من در مورد کامران قاسمپور بگم که شرایط بدنیش از مسابقه انتخابیه که تیم ملی گرفت خیلی بهتره. محمد نخودی همینطور و رضا مومنی هم خب ما از شرایط بدنیش رضایت داریم. من ابتدا باید عرض کنم که یک کشتیگیری که میره تو میدون مسابقات قهرمانی جهان نباید فقط یک حریف رو مد نظر قرار بده و اینکه تمرکزش فقط روی یک حریف باشه. درسته که جردن باروز و دیوید تیلور جزو شاخص‌ترین حریفان بچه‌های ما هستن، ولی رقبای دیگه هم در این دو وزن هستن. 92 کیلوگرم سعدالله از کشتیگیری اصول واکی روسی و لاسلاس هست. خدمتتون هستم تا 79 کیلوگرم کشتیگیری روس، کشتیگیری گرجستان، کشتیگیری قابلی هستن و ما باید اولا که روی همه حریفا برنامه‌ریزی داشته باشیم، تمرکز روی حریف نداشته باشیم. ولی خب برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد که مسابقات اوزان غیر المپیکی و بعد از المپیک بود، کشتیگیرانی مثل دیوید تیلور و سعدالله و جردن باروس به خاطر شرایط سنیشون یا از کشتی خداحافظی کنن یا مثلا رغبتی برای مسابقات غیر المپیکی نداشته باشن، ولی این گونه نشد و از ماهای گذشته ما دیدیم که این کشتیگیرا اومدن و ما آنالیز برای کشتیاشون داشتیم. ما این کشتیگیرا رو شبیه سازی تو تمرینات کردیم و هر چقدر که حریف بهتر باشه رقابت جذابتره برای علاقمندان به کشتی و بچه های ما هم حتما کشتیگیرهای توانمند و قابلی هستن، هم محمد نخودی هم کامران قاسمپور. ما بهشون خیلی خیلی امیدواریم و امیدوارم که جوری مبارزه کنن که پیروز بشن و باعث خوشحالی و دلگرمی مردم کشتی دوست کشورمون بشن. خب رئیس فدراسیون آلبانی هم با توجه به ارتباطات، خب این اکثر رئیس فدراسیونای مثلا آلبانی خب کشتیش قویه، تو المپیک هم دو تا برنز گرفت و شخص رئیس فدراسیونشون هم آدم قویه. اصولا رئیس فدراسیون آدمایی هستند که ارتباطات خوبی میتونن داشته باشن، ایشون هم داشت با ارتباطات خوبی که با نخست وزیر داشت که دو مورد هم خودمون مستقیم دنبال کردیم رسوندیم. الحمدلله ویزای بچه‌ها اومد و هر با کاروان و سرپرست و مربیان از 50 نفریم ما. مسابقات کشتی فرنگی 7 و 8 آبان و مسابقات آزاد 9 و 10 آبان برگزار میشه. پیشبینی شما از نتایج کشتیگیران ایران چیه؟ میتونین نتایج کامل کشتیگیران رو بعد از مسابقات تو همین کانال مشاهده کنین.
ویدیوی بعدی خدا نگهدار.